درود به همه ایتان، پگاهیتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم. این برنامه از ساعت 9 الی 10 ادامه دارد. در آغاز برنامه بسته خبری نشر شد. ممنونم از همکارانم در بخش خبر و سپاسگزار هستم از شما که برای دیدن این برنامه را انتخاب کردید. ببینید، از امروز بحث ما را اختصاص دادیم به اینکه نزدیک به دو هفته پیش روند انتقال زائران خانه خدا به عربستان سعودی آغاز شد. شما اگر در این مورد مشکل دارین و یا دیدگاه دارین، با چالش برخوردین، این فرصت به شما ایجاد شده. میتونین امروز مستقیما زنگ زد دیدگاه ها و پرسش هایتان با فیض محمد عثمانی، وزیر وزارت حج و اوقاف، در میان بگذارین. ایشان اینجا هستن و مستقیما به شما پاسخ و شماره‌ای که شما را به گونه زنده به برنامه وصل میکنه 0791-6654-655. نشانی ما در فیسبوک، در صورت که تماستان برقرار نمیشه سری به فیسبوک ما بزنین. به فارسی مجله صبح نوشته، اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع میتونید دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. همچنان از طریق 654 کیلو 4 به تخمیش 5 فشار بدین. بعد از صاحب دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. آخرین گزینه پیام خانه درش برای شما باز است. اگر دوست داشتین میتونید پیام بگذارین. دیدگاه های همه شما در برنامه جا داده میشه و برای ما با ارزش است. اما عزیزای ما که میخوان به گونه زنده در برنامه با تماس شون، لطفاً زمانی که با تماس میشین صدای تلویزیونتون را پایین کنین و یا فاصله بگیرین و اینکه سالتان در رابطه با موضوع برنامه باشه تا ما بتونیم دیدگاه و یا پرسش شما را در برنامه جا بدیم. اینطوری مهمان برنامه ما به شما پاسخ میدن. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب عثمانی، خوش آمدین. ممنون که دعوت ما را پذیرفتید. تشکر، زنده باشین. روند زائران خانه خدا آغاز شد. تدابیر شما را بدانم، چی تدابیر دارین و برنامه هایتون پیش از اون یک تماس پاسخ گفت. بینده ما روی خط است، بفرمایید. داود عزیز از غزنی. داود جان سلام. بله همشیر خان سلام علیکم. شما خوب هستین؟ سیاد شما خوب است؟ ممنون، شما بفرمایید. احترامات برای شما مریم جان تقدیم میکنم. از طریق تلویزیون برای کل عمرتانان خود احترامات تقدیم میکنم. سپاس بفرمایید. سپاس بفرمایید. پرسش و دیدگاهت. مریم خان، ببینین از هر کشوری که داخل عربستان خانه خدا میشه، اتاق بسیار منظم، مصارف کم، اوش نانش با وقت معین میرسه، موترایی که وارا انتقال میتاجی تای وارا از یک جای دیگر جای بسیار منظم خوبش. مگر از غرفان چه قسم هست؟ هر کسی که میره یک ساعت دو ساعت منتظر موتر میشینه، آب و نان صحیح نمیرسه، او عجیب خود میگیرن، پول مصرف میکنن برای صرف غذای خود. بسیار از همینجه که بی نظمی سکی ها تا خود از همونجه برای جی صاحبان نه اتاق سهی میرسه، پول بسیار گرداف میگیره به خاطر اتاق بشن، مگر اتاق های بسیار خراب و خشنه و دور میگیره برای از اونا منطقا ایک چیز از یا منظم نیست. خواهیش میسته که نیست پول میگیرن از هر کشور کردن یا 700 دلار بالا میگیرن، کل چیزشون هم تو معین خوب شفاف منظم کنن، جور کنن بعد از اون وجواج انتقال بدن. داود عزیز، میخوایم از خودت پرسش داشته باشم، صدای مرا داری؟ میخوایم ازت بپرسم این مشکلاتی که خودت گفتی داخل افغانستان صورت گرفته و یا در مکه؟ اخبار قندی بینن مریم جان، هم در افغانستان بیگان دوباری سکیو انتقال میشه، هم در مکه. وقتی که اینا بازگشت میکنه، وجواج بازگشت میکنه، جور و سی و چار منتظر تیاره میشنن، تیاره برای زنا نمیان. خودت داود عزیز چشم بیده خودت هم میگی؟ کدام سال یا جانا؟ ما رفته بود در کدام سال؟ کدام سال داود؟ پار سال نه پیران سال بود مریم اتن. دو سال قبل. آه بله بله. چند روز میگه منتظر ماندن؟ فقط بگوین چند ساعت منتظر ماندن؟ وقتی که یک روز منتظر مانه دیگر است که سر صدا کرد، با فضل خدا تیاره در وقت معین آمد و نارکتان داد. ممنون خود داود عزیز. در سال جاری طبعا خودت نرفتی و تجربه نداری ها؟ ممنون داود عزیز که در برنامه با تماس شدید. بینده عزیز، شما اگر دوست دارین در بحث اشتراک کنین، امروز فرصت خوبی است. میتونید زنگ زد دیدگاه ها و پرسش هایتان با جناب فیض محمد عثمانی، وزیر وزارت حج و اوقاف، در میان بگذارین. ایشان خوشبختانه اینجا هستن، مستقیما به شما حاضر شدن پاسخ بدن. شماره هایی که شما را وصل میکنه 0791-6654-655. در صورتی که تماستان برقرار نمیشه و یا روی موارد قطع میشه، میتونید سر به فیسبوک ما بزنین. با فارسی مجله صبح نوشته، اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه تان با ما شریک بسازید. دیدگاه های همه شما در برنامه جا داده میشه. میخوام یک بار دیگر خواهش کنم عزیزای ما که مستقیما میخوان در برنامه با تماس شون، لطفا زمانی که تماس میگیرین صدای تلویزیون تان پایین کنین و یا فاصله بگیرین و سوالتان در رابطه با موضوع برنامه باشه. اینطوری شما میتونید دیدگاه ها و پرسش هاتون با مهمان برنامه ما در میان بگذارین. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. بیننده ما از کابل روی خط است، بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و جناب
وزیر صاحب مبتکر جناب استاد عثمانی صاحب. سلام به شما، بفرمایید. ما به عنوان کسی که شاهد هستم در طول که جناب وزیر صاحب صفت وزیر ارشاد حج و اوقاف به اصطلاح استخدام شدن و شما ببینین واقعیت ها را هیچ وقت خود نکنیم، ابتکاراتی که اینا کردن در طول چند سال پول حجاج یا پیسرف را این آوردن، تقریبا چند سال میشد که کس برای حاجی نان نمیداد. تا وزرای قبلی که بودن حاجی صاحبای ما هم در کابل و هم در جده چندین شب روز میموندن، مشکلاتی زیاد ایر میکردن. واقعا با آمدن جناب وزیر صاحب و به عنوان یک شخصیت ملی و شخص هم حافظ قرآن است هم شخصیت جوان است، این من مشاهده هستم که فاصل حاجی صاحبایی که آمدن قصه کردن با اون تنظیمی که اینا در خود حرمین خصوصا در مکه نان میدادن حاجی صاحبا را، با وقت زمانش موترشان میامد، مسائل تلسفیتشان خیلی منظم بود، یعنی هیچ اشکالی وجود نداشت. اگر در تاریخ افغانستان دیده شود، ما به خاطر کدام هدف دیگه نمیگم، واقعیت همی است که آدم خدمتی خود کرده قابل تقدیر است، قابل عزیز و همه مردم افغانستان میفهمه. ممنون خودت برادر، ممنون از دیدگاهت. اگر سوال داری بفرما. بله، تماسشان قطع شد. ممنون که اشتراک کردین و دیدگاهتون رو با ما شریک ساختین. بیننده شما اگر دوست دارین در این بحث اشتراک کنین، این فرصت برای شما شکل گرفته. میتونین امروز دیدگاه ها و پرسش هایتون رو با جناب فیض محمد عثمانی وزیر وزارت حج و اوقاف در میان بگذارین. ایشان اینجا هستن و گونه زنده به شما پاسخ میدن. شما را هک شما را وصل میکنن 0791-654-655. در ادامه برنامه با ما باشین و ما را دنبال کنین. جناب عثمانی، میخوایم در رابطه با آمادگی ها و تدابیری که دارین حرف بزنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اول اجازه بدین عرض تسلیت داشته باشم خدمت همه هموطنای عزیز، مخصوصا هموطنای عزیز ما ده هرات، به خاطر حادثه المناکی که دیشب در مسجد جوادیه رخ داد. به مجروحین هم شفای عاجل میخوایم. در قسمت آمادگی ها اول میخوایم بگویم که داوود جان که از غزنی تماس گرفته بود، از حجاج سال گذشته و سالهای قبل نبود. اتاق منظم، مصارف کم، آب و نان از جمله خدماتی بود که در دو سال گذشته عرضه شد. قبلا به حجاج نان داده نمی شد. امسال از وقتی که ما آمدیم سال سوم توزیع غذای منظم با شرکت ها، توسط شرکت های معیاری در عربستان سعودی است. میگه بی‌نظمی از اینجا شروع میشه. ده روز میشه پروازها شروع شده، 9000 نفر منتقل شده به عربستان سعودی و غیر از خانواده های حجاج هیچ کس خبرم نیست، به خاطر که اگر کوچکترین مشکل می بود چقدر سر و صدا بلند می شد. چنان یک نظم وجود داره، بیاین و ما از رسانه هام خواهش میکنم که یک دفعه لطف بکنن یک گزارش ترتیب بتن. وقتی که یک انفجار و انتحار، یک حادثه ناگوار رخ میده، 20 کمره از پشتش می دوه. اما وقتی که 9000 حاجی با مصارف کم و با خدمات درست از کابل و از 3 زون منتقل میشه، با پروازی که من هنوز به یاد ندارم که 9000 نفری که منتقل شد، پروازا در مرکز یک ساعت اگر تاخیر کرده باشد در یگان موارد. امسال سال سوم ماست. در جریان سال سوم در مدت 3 سال اضافه تر از 100 پروازی که صورت گرفته، شاید 1 یا 2 یا 3 پرواز فقط به مدت چند ساعت تأخیر شده باشه. یایی که میگن 3-4 روز حجاج در میدان میمانند، یک دروغ است. حالا دروغ بد است، باز مخصوصا در پروسای دینی دروغ گفتن اصلا درست نیست داوود جان عزیز. از کشورهای دیگه میگن، شما میگین دروغ میگن، یعنی واقعیت انعکاس نمیده. کسایی که ایگه پاره میگن ای خلاف واقعیت است. کشورهای دیگه، ما یک هیئت را روان کردیم پارسال به ترکیه، در حدود 10-12 نفر از علما بودن. گزارشی که ای آوردن حداقل مصرف یک حاجی 4,500 دلار است تا به 12,000 دلار میرسه. مصرف فی نفر حاجی ما امسال 2550 دلار است.
$2,550. از مدتی که ما آمدیم $14 میلیون کاهش آوردیم در مصرف حج، مستقیما به نفع حجاج این کاهش به عمل آمده. یعنی شما میگین که مطلق هیچ مشکل وجود نداره؟ امکان نداره که در یک پروسه بسیار کلان مشکل وجود نداشته باشه، اما مشکلاتی که پروسه را به چالش بکشانه قطعا چنین مشکل خوشبختانه وجود نداشته. اتاقایی که امسال ما در مدینه منوره در کل در عربستان سعودی 1 میلیون حاجی اضافه شد و ما نگران ای بودیم که مصرف یک نفر حاجی از $3,000 بالاتر بروه، در مقایسه با سالهای قبل $700-800 تا $1,000 قیمت شوه، ولی خوشبختانه این مشکل هم با تیم کاری که ما 2 ماه قبل رفتیم و 1 ماه در عربستان سعودی بودیم مهار شد و نسبت به سال گذشته $200 مصرف یک حاجی بالاتر رفته. اگر باشه ادامه حرف شما را می داشته باشیم بعد از یک وقت تماس. بیننده ما غلام حضرت روی خط است. بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید پرسش و دیدگاهتان. بله سلام به جناب وزیر صاحب و سلام به خود شما به تلویزیون نگاه. از ایران استانبول با شما گفتگو می‌کنم. ممنون، بفرمایید پرسش و دیدگاهتان. از وزیر صاحب می‌خوام که به یعنی یک نگاه کنم به وزیر صاحب، یعنی واقعاً همه کارهایی که امسال وزیر صاحب انجام داد قابل قدر است، قدر است، قدر است. هیچ وزیری در 15 سال گذشته چنین خدمتی که آقای عثمانی کرد، هیچ وزیری به افغانستان، یعنی افغانستان امسال آفارسال به عربستان سعودی حتی وجود کردن و میرن، از آقای عثمانی هیچی نداره، شکایتی نداره. ممنون. خود سوال ندارید؟ سوال ندارم، فقط قدر من قدر کنم از این وزیر. کاش که به کابینه چه یک دو وزیر دیگه به کابینه که ما مثل از آقای عثمانی میدشتیم دیگه افغانستان دیگه هیچ مشکلی ما نداشتیم. ممنون که دیدگاه با ما شریک ساختی برادرم، روزت خوش. بیننده از شما اگر دوست دارین در رابطه با موضوع برنامه پرسش و دیدگاه داشته باشین، این فرصت به شما شکل گرفته، میتونین در برنامه به تماس شدید دیدگاه ها و پرسش هایتان با جناب فیض محمد عثمانی وزیر وزارت حج و اوقاف در میان بگذارین. شماره هایی که شما را به گونه زنده وصل میکنه 0791-6054-655. در صورتی که تماستون قطع میشه به روی موارد نمیتونین به تماس شوین، به صفحه فیسبوک ما سر بزنین، به فارسی مجله صبح نوشتم اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع میتونین دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. دیدگاه های همه شما در برنامه جا داده میشه. اما عزیز ما که به گونه زنده میخوان به تماس شوند، لطفا زمانی که به تماس میشین سایت تلویزیونتون رو پایین کنین و فاصله بگیرین تا وقفه ایجاد نشه و ما حرف شما رو در برنامه داشته باشیم. در ادامه برنامه با ما باشین. ادامه حرفتون جناب اسمی. بله، من اول تشکر میکنم از دوست عزیزی که قبلا از کابل و دوستی که آقای غلام حضرت و علیکم السلام، و من سپاسگزار هستم از دوستایی که واقعا مثبت بین هستن و خدمات را میبینن. و ما در میان 24,000 حاجی در 2 سال گذشته و امسال 30,000 حاجی از سراسر افغانستان، در حقیقت در بین تمام خانواده ها ما هستیم در سراسر افغانستان. ای تو ولسوالی نیست که ما در اونجا غیرحاضر داشته باشیم، حتی از ساحاتی که قلمرو مخالفین است. وقتی که یا خدمات همکارای عزیز ما را دیدن، هر کدامی از زیاد در حقیقت خدمات حکومت را به دید قدر سیل میکردن. مهمترین پروسه، پروسه دینی و پروسه مقدس حج است و خوشبختانه امسال سال سوم است که تا این لحظه بسیار به خوبی پیش رفته. ما عرض میکردم که ترکیه $12,000، $8,000 و $4,500. اما ما با $2,500 خدمات، اماره هایی که در مکه مکرمه گرفته شده در حدود 6,000 نفر در جاهای سکونت میکنند که حتی به موتر ضرورت نداره، پیاده رفت آمد کرده میتونند. و اما بازم ما در جایی که تا جایی که موتر میره برشان موتر میرسانیم. امسال عرض کردم که 1 میلیون حاجی اضافه شد در مدینه منوره. روزای اول که ما وقتی با یک هیئت رفتیم، نگرانی ما حتی این بود که ما کاملا جای پیدا نکنیم، اما بازم معیار ما نسبت به 3 سال قبل تقریبا عین معیار هست در مدینه منوره. ما در یک هفته ای که حجاج در مدینه هستند، توزیع غذا واقعا مشکل است، چون یک هفته می باشد در یک اماره حجاج کشورهای دیگه هم هستند
و خوشبختانه رستوران به حد کافی در دسترس حجاج وجود داره، اما مدت 40 روزی که در مکه مکرمه میمانند 3 وقت غذا برشان داده میشه. ما از بین 45 شرکت غذایی توسط هیئتی که از ادارات مختلف با ما بود رفتیم در ماه مبارک رمضان در ماه هوای گرم 20 شرکت معاینه کردیم، مشاهده کردیم از نزدیک، با 5 شرکت کلان قرارداد صورت گرفت. اما او غذایی که مادرها و خواهرای ما در خانه به 8 نفر پخته میکنه و به 10 نفر با اخلاص و محبت، مزهش فرق میکنه با یک غذایی که طبعا با یک شرکت پخته میشه. با وجود او هم از نظر معیار، از نظر کیفیت و از نظر صحت، ایره من نمیگم، حجاج میگن، بیننده ها اگر مخالف باشند میتونن انتقاد بکنن. خوشبختانه طی سالهای گذشته سطح حجاج ما همسطح بوده با حجاج کشورهای همسایه و حتی بهتر از کشورهای همسایه بوده. ما در حقیقت رقابت داریم با ترکیه، رقابت داریم با اندونزیا، با وجودی که مصرف حاجی ما کمتر است. اماره های ما در مکه مکرمه قسمی که گفتم 3 وقت غذا به حجاج داده میشه و ترانسپورتیشن بسیار خوب را ما امسال قرارداد کردیم. مدل موترهای ما بالاتر است و ما حاضر هستیم هر نوع فشار را و هر نوع مشکل را سر خود و سر تیم همکار خود بیاریم تا که حجاج راحت باشند. یعنی میگن که پول زیادتر میگیرن. من از این لحظه خواهش میکنم از اقتصاددانای ما یک دفعه دست به کار شوند، مقایسه بکنند مصرف یک حاجی ایرانی را، مصرف یک حاجی پاکستانی را و خدماتشان با مصرفی که ما انجام میدیم. همین 200 دلاری که امسال زیاد شد، 50 دلار از این خاکپولی است که عربستان سعودی میگرفت، مصارف اضافی او زیاد شد. ممنون است مصیب که داریم و وضاحت دادیم. بیننده ما روی خط است، هاجره از کابل، بفرمایید ناجری عزیز. سلام و احترامات و فیصل به شما و جناب وزیر صاحب تقدیم میدارم. ممنون شما، بفرمایید. من از جناب وزیر صاحب کدام سوالی نداشتم، بسیار زیاد تشکر از طرحایشان. برادر محترم داستان که زنگزده بود و در مدت 2-3 سال که است مصارف حجاج هم بسیار کم و سهولت های بیشتر را به حجاج محترم فراهم ساخت است. من تشکر می کنم از وزیر صاحب محترم، چون قوم خیشی که زیاد رفته بودن زیاد اظهار سپاس کردن و سوال نداشتم. تشکر بسیار. ممنون خودت عزیز که در برنامه اشتراک کردی و دیگه تو با ما شریک ساختی. و جستن اسمونی سپ یک میان برنامه میگیریم، برمیگردیم در ادامه برنامه با ما باشیم. ادامه برنامه سپاسگزار هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مجله صبحگاهی است امروز. بحث ما در رابطه با این است که نزدیک به 2 هفته پیش روند انتقال زائران خانه خدا به عربستان سعودی آغاز شد. شما اگر در این مورد پرسش و یا دیدگاه دارین، مهمان من فیض محمد عثمانی وزیر وزارت حج و اوقاف اینجا هستن و مستقیما به شما پاسخ و شماره هایی که شما را وصل میکنه 0791-6654 و 655. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. فعلا بندیم ما روی خط از بفرمایید. خان سعید از کابل. جناب خان سعید بفرمایید. سلام برسته به شما، به وزیر صاحب محترم، خدا کنه جور و صحتمند باشین و از خدمات که وزیر صاحب محترم داده برای ما بسیار راضی است. سلام برای شما، برای وزیر صاحب محترم که شما همی خدمات حج و اوقاف بسیار آسان ساخته برای جاج محترم و بسیار تشکری میکنم. بفرمایید، پرسشی نداری؟ من خواهش دارم که من بسیار کوشش کردم که به حج برم. وزیر صاحبم رو به رو میبینم در تلویزیون، خوش شدم بسیار زیاد و توقع ما البته خدا نخواسته باش تا لدانتران سیم رفته و توقع همی هست که من کارم یک ذره مشکلات دارم، وقت ندارم که اگر برم لطف کنه همی مرا اگر در رای آسان‌ترش که ما بتانم که ما حج برم، از خدا خود یک دعا برشان میکنم و یک فقط یک امی یک درخواستم است
تشکر زنده باشید. شما عریضه یا درخواست دادین؟ ما تا چیز نکردیم، ولی حالا میخوایم که اگر وزیر صاحب کدام نفر غیر حاضر باشه یا کسی نرفته باشه امسال اگر ما رو روان کنه ما بسیار از شما خوش میشیم. تشکر. ممنون که در برنامه اشتراک کردی جناب عثمانی. در این مورد حرفای خودشان هم میداشته باشن. روزتان خوش. بین دست شما اگر دوست دارین در این بحث اشتراک کنین، امروز این فرصت به شما شکل گرفتم. میتونین زنگ زدید دیدگاه ها و پرسش هایتان با جناب فیض محمد عثمانی وزیر وزارت عجب قاف در میان بگذارین. میخوایم حرف شما در رابطه به پرسشی که برادر ما داشتن، میخواستن یک چانس داشته باشن. بله، من اول تشکر میکنم از همه بیننده ها، از خواهر هاجره و از آقای خان سعید از کابل تماس گرفتن، در قسمت سهولت ها صحبت کردن. من یک پیام با آقای خان سعید دارم، ایره پسانتر میگم که باز بیروبار زیاد نشه. طبعا آل وزیر در دسترسشان قرار گرفت، یک تقاضا را مطرح کردن در قسمت رفتنشان به حج. من یادم نره، شما هم یادآوری بکنین پیش از ختم برنامه، باز یک پیام در آخر برشان میگم. تشکر از لطفی که بیننده های عزیز تا این دم دارن و از خدمات همکارای ما تقدیر میکنن. میخوایم در قسمت سهولت هایی که فراهم شده، اولین مسئله وقتی که ثبت نام میکنن حجاج عزیز ما با یک شفافیت، ولی تقاضا بسیار زیاد است. بس چندین سال ما در ولایات مختلف در نوبت داریم، قرعه کشی میشه، کسایی که کمبود است در سالهای نزدیک تنظیم میشن و اگر بیروبار زیاد بود در سالهای دورتر. ولی به هر حال امسال وقتی که ما مقایسه میکنیم با سالهای اولی که ما کار شروع کرده بودیم، 1000 حاجی خواسته شد. من خوب یادم است در سال اول که کار شروع کرده بودم، از بین ازیا 350 نفر به پرواز تنظیم میشد، متباقی پس بر میگشتن، که این واقعا به من رنجاور بود. اما خوشبختانه از پارسال و امسال بیننده های عزیز ما، خانواده های حجاج میفهمند که ما جدول حجاج پیش از پیش اعلان میکنیم. حتی حجاج محترمی که در گرفتن ویزا گاهی با مشکل مواجه میشن، پاسپورت ها بارکدهایشان عوارض میداشته باشه، ما با عوارضی ها زنگ میزنیم که زحمت نکشن نیاین. بدون کدام سرگردانی حجاج محترم میآیند. مجتمع حجاج مثل یک هتل در خدمتشان است. تا فعلا بیننده ها شاهد هستند، جز کدام موارد استثنایی که ما 30,000 حاجی مهمان داریم، وقتی که در خانه 30 نفر مهمان باشه، یگان وقت یگان کاسه میشکنه، یگان گلاس او چپه میشه. ولی به هر حال تنظیم کردن 30,000 حاجی هم کار آسان نیست. اما خوشبختانه قسمی که من عرض کردم خدمت شما، وقتی که می آیند بسیار با یک نظم خاص جدول در پیش رویشان، داخل تالار میشن، کولر، بادپکه، چای، آب، خواهرها و برادرای ما در خدمتشان است. من همکارا را می بینم، همه همکارای خواهرها را می بینم که پتنوس چای پر میکنن و در پیش بی بی آجی ها میچرخانن. اگر ماندن 3 وقت نان در اینجا در خدمتشان است. به این شکل پروازها قسمی که عرض کردم کاملا منظم و یا از جمله خدماتی است که ما کوشش میکنیم که به حجاج محترم تقدیم شود. ممنون شما. به جای استان یک تماس پاسخ میگیم، برمیگردیم به حرفای شما. بندیم ما غلام ناصر روی خط است. ناصر سلام، بفرما. سلامت باشیم، بفرمایید. سلام باشیم. ممنون شما. سلامت باشیم. ممنون شما. بسیار یک وزیر فعال، بسیار یک وزیر کار کن و یک برادر من قبل زنگ زده بودم یک در دروغ باشه، نباید انسان دروغ بگه، این مسئله دیگه نباید به خیلی دروغ بگه. خب هر که از دیدگاه خودش داره، برادر بفرما. تقریبا بیشتر از 100 تومیل یا 300 تومیل هر سال هر میرم یک بسیار رادیستن، بسیار خدماتشون رادیستن و من بسیار تحقیق که اگر به دیگه کشور هست، یک کشور هست بسیار کم از این هست مصرف حجاج ما دیگه بسیار ما خوش هستیم، دیگه انتقاد نداریم. به خاطر اینکه پرسش نداریم،
ممنون خودت که در برنامه اشتراک کردی و دیدگاه تا با ما شریک ساختی. بنده شما اگر دوست دارین در این بحث اشتراک کنین، فرصت خوبی است، میتونین زنگ زد دیدگاه ها و پرسش هایتان با جناب فیض محمد عثمانی وزیر وزارت حج و اوقاف در میان بگذارین. شماره هایی که شما را به گونه زنده وصل میکنه 0791-654-655 نشانی ما در فیسبوک /vantvmorningmagazine لینک فیسبوک ما و هم با فارسی مجله صبح نوشتم جو پای پست مرتبط به همین موضوع میتونین دیدگاه هایتان با ما شریک بشین. همچنان از طریق 654-4 به تقریبا 5 فشار بدین بعد از بیپ میتونین دیدگاهتان با ما شریک بسازین. آخرین گزینه پیامخانه در خدمتتان است، اگر دوست داشتین میتونین پیام بگذارین. در ادامه برنامه با ما باشین و ما را دنبال کنین. جناب عثمانی، این که روند شفاف است شکی نیست و شما حرفای خودتان داشتین، اما ایده هایی وجود داره که گویا در این وزارت فساد وجود داره. میخواین شما وضاحت بدین آیا در اداره شما فساد وجود داره یا نه؟ این یک ادعاست. آله فساد چی را میگن؟ فساد ای را میگن که یک چیزی را که 10 رو پس آدم مورا 20 رو پا بخره. فساد ای را میگن که مردم از سرگردان بسازه. من ای را به صراحت خدمتتان عرض میکنم و حاضر هستیم که از هر نوع اجراعاتی که صورت گرفته ما حساب ده باشیم. در عربستان سعودی و همچنان در قراردادهایی که صورت میگیره تمام این کارها تحت نظر یک هیئت صورت میگیره و با یک شفافیت و تا زمانی که تمام هیئت موافق نباشه. من خدمتتان عرض میکنم که در عربستان سعودی بعثه حج افغانستان به عنوان پاکترین بعثه شهرت داره. من همیشه دوستان را گفتیم تمام کارها و قراردادهایی که در عربستان صورت میگیره امسال وقتی که ما با شرکت‌های غذایی قرارداد می‌کردیم، اصحاب شرکت اینمی سرمایه‌دارا وقتی که آمدن در دفتر ما نحوه اجراعات ما را که می‌دیدن حیران ماندن. می‌گفتن که این شیوه کاری در هیچ بعثه دیگه وجود نداره و شاید کمتر مملکتی باشه که نماینده‌های ارگان‌های مختلف بیاین و با یک شفافیت اجراعات بکنن. این پروسه پروسه مقدس است. حجاج ما میفهمیم که با چی مشکلات پیسه جمع میکنن. یک غریبکار گاو و گوسفندش میفروشه، پیش ما میآین، اشک میریزن. حجاجی را که ما میبینیم زمین زراعتیش میفروشه و من نمیفهمم که او چه رقم وجدان باشه که حاضر باشه در ایتو یک پروسه خدا را نادیده بگیره، دین و ایمانش را نادیده بگیره و او بخواه که سوء استفاده بکنه. الحمدلله بیننده های ما میفهمن. من خواهش من ایست که با حجاج خوب است که یک مصاحبه صورت بگیره. ما در بین حجاج هستیم و ما از رسانه ها هم دعوت میکنم روزانه صدها نفر از سیزون پرواز میکنه و هر وقت هر رسانه که آمده ما با استقبال دعوتشان کردیم و گفتیم بفرمایید با حجاج شما مصاحبه بکنین. الحمدلله خب بدون شک گاهی دید منفی قسمی که در آغاز برنامه هم ما داشتیم وجود داره، اما الحمدلله قسمی که گفته شد چه در پروازها و چه در خدماتی که عرضه میشه ای با یک اخلاص صورت میگیره ای کارها و ما همیشه به همکارای خود گفتیم، همکارایی که 24 ساعت ماها در خدمت حجاج هستن و سیستم گرفتن ویزا و تنظیم پروازها کلش آنلاین صورت میگیره، پرداخت ها در عربستان سعودی آنلاین است و بسیار هم پیچیده. شما رد میکنین در چه دارای این وزارت فساد؟ دقیقاً مرا کاملا رد میکنم. بجستون یک تماس پاسخ میگیم برمیگردیم. سید هاشمی است، ننگرهار روی خط است. هاشمی صاحب سلام بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما و به بیننده شما و سلام به جناب آقای وزیر. ممنون بفرمایید. اول تشکر میکنم از برنامه‌ای که در بیننده شما ترتیب دادید، خیلی دیدید و ثانیاً خدمتتان عرض کنم که
4 الى 5 سال قبل خودم در تنظیم امور حجاج از طرف وزارت حج به سفر در حج بودم که ما در اونجا چیزایی را که مشاهده کردم در قراردادهای تعمیرات و در مسائل دیگری خیلی غبن و خیانت و بی‌نظمی قرار داشت و الحمدلله که بعد از آمد جناب وزیر بستانی امور را که ما مشاهده میکنیم میبینیم فضل احسان خدا یکی خوب قیمتهای حجاج خیلی پایین آمده که از جمله امتیازات آقای وزیر است و ثانیاً خدماتی که عرضه میشه در سعودی عربستان و در ایجه در طول تاریخ افغانستان هم چو چیزی را مشاهده نکرده بودیم و شاید کتیات هم نداشته باشه و سیوم چیزی را که جناب وزیر صاحب در بعد از آمدشان تنظیم کردن روی غبن و خیانت را بار اول است که در وزارت حج و اوقاف جلوش را گرفتند. متاسفانه مملکت ما از اینکه از اشخاص پاک و پاکدامن تقدیر بکنن و او را حوصله افزایی بکنن متاسفانه سر و صدای از باز اطراف که میشنویم شاید منافع و مسالمی که در امور همینطور یک پروسه پاک و مقدسی که اونها داشتن دستای اونها را جناب آقای عثمانی قطع کرده امکان داره که یک چیزی شکوه و شکایتی که سر و صدا بالا میشه او کسای این سر و صدا را بالا میکنن که منافعشان قطع شده اما در پروسه‌ای که اینها آغاز کردن ما از پیشان تشکر میکنم و مزید توفیق از خداوند میخوایم و از مقامات بلند به دولت آرزو میکنم که همچو وزرایی که مانند عثمانی در اون کار پیش میرن پاک و صفا و شفاف و حضور ممنون هاشم میسر که در برنامه و تماس شدی و دیدگاه تمام حمایت بکنه و امسال شان خداوند اضافات ساده هاشم ممنون شما. ممنون. خدا نگهدارتان. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. کریم و کامل عزیز کامنت گذاشتن از کار کرده وزارت حج و اوقاف رضایت داشتن و سپاسگزاری کردن از جناب عثمانی که کامنتاشون را خواندم. جناب عثمانی به جسن یک میان برنامه میگیریم برمیگردیم. در ادامه برنامه با ما باشین. برنامه را دنبال کنید. ادامه مجله صبح سپاسگزار هستم که با ما هستن و برنامه را دنبال میکنین. فعلا حمیده از کابل روی خط است. بانو حمیده سلام بفرما. سلام علیکم. سلام خدمت شما و خدمت وزیر صاحب. ما مثل برنده های قبلی از وزیر صاحب بسیار زیاد تشکر میکنم. ما یکی از وجود بودم که پارسال چشم دید خدمات وزیر صاحب و چشم سر میدید. که هیچ نوع شکایت ما در سفر نداشتیم. امی در شب در خود امی کمپ حجاج خود وزیر صاحب با ما بود و با مشکلات کسایی که در پاسپورت نایشان مشکلات بود خودشان شخصا بررسی میکردن و صرف یکانه سوال ما از وزیر صاحب همیست که در این سمه حجاج چرا با امی وکیلای پارلمان و می وزیرا و وزارتخانه این سمیه جداگانه چرا داده میشه؟ صرف سوال من همیست ولی از نگاه کار وزیر صاحب خدماتش واقعا ما بسیار راز هستیم. ما گفتم اشخاص بودیم که چشم دید خود دیدیم و بودیم در سفر. ممنون بانو همیست. این سمیه کم بود احساس نکردیم. صرف سوال من از وزیر صاحب همیست که همی سمیه بر وکیلا چرا داده میشه؟ ممنون که در برنامه اشتراک کردی. به پرسشتان هم پاسخ میدن. روزتان خوش. بینده از شما مگر دوست دارین در این بحث اشتراک کنین شمارهایی که شما رو به گونه زنده در برنامه وصل میکنه 0791-654 و 655 در ادامه برنامه با ما باشین. پاسختان با بانو حمیده. بله من تشکر میکنم از خواهر حمیده لطف کردن و چشم دیدایشان انعکاس دادن. در قسمت سوالشان خوشبختانه افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی بیشترین متقاضی حج را داره و بر ما معلوم است که چقدر مردم میخواین با عشق و علاقه به حج برن. حتی بر اکثریت از ایا مصرف حج مهم نیست، کفایت میکنه که ایا خود به هر قیمت هم که شده به عربستان سعودی برسانن و مراجعینی که ما داریم تقاضاهایی که صورت میگیره از جوانب مختلف، یعنی ما دمی شبانه روز
اگر از یک طرف فشار خود حج سر ما باشه، از طرف دیگه فشار متقاضیای حج است که حتی پشت خانه می آیند، استاد میشن و واسطه میکنن و یگان وقت مخصوصا دمی شبانه روز ما خود پت میسازیم، در دسترس قرار نمیتیم تا که به کارهای خود رسیدگی بکنیم. به این شکل وکلای محترم هم چون با موکلین سر و کار دارن، بعضا میخواین خودشان با اعضای خانوادهشان برن، اما برای ما معلوم است که چنان فشار بالای موکلین، بالای وزرا و بالای ادارات دولتی هم هست. این حسب معمول از سالهای قبل به هر کدام از وکلای محترم سه سهم داده میشه و به هر وزیرم سه سهم و طبعا در اینجا ورثه شهدا هست. برازی که یگان حالتهای خاص می داشته باشند، یعنی به عنوان یک احترام به بزرگای وطن، به وکلا و همچنان به وزرا و برخی ادارات، یعنی به عنوان یک تقدیر و تشویق، در حقیقت این سهم در نظر گرفته میشه و هدفم فقط همی بوده که بازم به موکلین وکلا یک سهولت پیدا شود. میشه که یک کسی مریض باشه، یک کسی یک حالت بسیار عاجل را داشته باشه و نتانه به سالهای قبل منتظر بمانه، ای فقط به او منظور ای خدمات صورت گرفته. ممنون شما. باجستن یک تماس پاسخ میگیم. حاجی مولا روی خط است. حاجی صاحب سلام. سلام علیکم و رحمت الله. درود به شما، بفرمایید. سپاس از مدیر صاحب با احساس فرزند از فامیل غریبی بودن. امید که خانم را قبول بکنیم. میخواستم دو موضوع را خدمت شما برز رسان مشاری کنم. بفرمایید. یک موضوع پول پیش پرداخت و جاج است. یعنی می پول پیش پرداخت میشه، این خواهد به بانک ها می باشه، از کجا مولیم که بانک ها سر از این معاملات سودی نکنن. در فقه اسلامی ما شما کمال به گناه گناه است. یک از این موضوع شد حل بسازن میشه که از این پول یک دقیقه خریداری بکنن مربوط به وزارت و آریان ها اونجا ثبت باشه و سالانه از این پول کرای دیگه ترانسپورت دادن برای خود وزارت میشه. یک موضوع دوم، امی معلمینه که جا جا راهنمایی میکنن، این امی معلمینه که شبه یک ماه پیش دو ماه پیش یک ترلینگ ببینن یا یک کورس ببینن از طرف یک عالمه که موضوع حج موضوع حج یک فصل کلان دینی است. اگه شبه که این فصل کلان دینی را امی معلمینه ممنون. در این مورد جناب عثمانی حرف خودشان می داشت و باشن به شما پاسخ میدن. روزتان خوش جناب عثمانی. پاسخ شما و یک پیام هم داشتیم. برادر ما محمد پیام گذاشته بودن در رابطه به اینکه در رابطه با پول پیش پرداخت زمانی که عریضه میکنن یک مقدار پول ازشان گرفته میشه و اگر قریشان مثلا یک سال دو سال یا سه سال بعد گفته بود در بر میگیره، مشکل ما چطور حل شد؟ بله، در قسمت پیش پرداخت نحوه گرفتن پیش پرداخت قسمی است که گفتم تقاضا بسیار زیاد است. اگر ما ثبت نام نکنیم مردم ناراحت میشن و به تقاضایشان در حقیقت اعتنا صورت نمیگیره. برازی که یک شرح صدر حاصل بکنن و بفهمن که کی برشان نوبت میرسه، همه ساله ثبت نام و بعد از او قرعه کشی صورت میگیره. قرعه به هر سالی که اصابت کرد معمولا به سه سال چهار سال بعد اصابت میکنه و ما امیالی در حدود شاید یک لک نفر حاجی به سالهای آینده منتظر داریم. باز سالهای قبل $1,000 پیش پرداخت حجاج گرفته میشد. ما پارسال ای را به $500 کاهش دادیم و اگر این پیش پرداخت گرفته نشه هر کس می آید با ثبت نام میکنه و این خودش یک نوع یک بی‌نظمی را ایجاد میکنه. این کار با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف اسلامی صورت گرفته. تقریبا در تمام کشورهای اسلامی معمولی نمیست، مخصوصا زمانی که حج از طرف دولت مدیریت شود. اما نکته ای را که برادر عزیز ما حاجی مولا گفتن، اول و علیکم السلام به سلامشان، خود طبعا این پول در بانک نگهداری میشه، در افغانستان بانک است، از ما ببخشید در بانک ملی افغانستان. اما قرارداد ما قسمی است که این پول به عنوان امانت در پیششان باشه و کدام معامله سودی در اینجا در میان نیست.
موضوع خرید تیاره و ای گپا را مطرح کردند که و در مورد معلمین چون زمان برنامه کمست. بسیار خوب، در مورد معلمین امسال از طریق یک ارزیابی و امتحان از سراسر افغانستان معلمین انتخاب شدند، اما بدون شک ما هنوز کاستی های در این عرصه داریم. پیام بسیار خوب، نکته بسیار خوب است که ما متوجه این مسئله هستیم. امیدوار هستیم که ما بتانیم هر سال بهتر از سال قبل معلمین بهتر را با خود داشته باشیم. ممنون شما و برادر ما که از شما یک چانس خواسته بودن گفتین در آخر. بله، به آقای خان سعید که آله لطف کردن و بالاخره تماس گرفتن و ما هم در خدمتش بودم. هر وزیر سه سهم داره، ما یک سهم از سهم خودم را میخوایم با آقای خان سعید بتم با عنوان تحفه برنامه شما، تحفه یک وزیر که حال در دستر ازش قرار گرفت. میتونن تماس بگیرن با برنامه شما و ما از همکارایتان خواهش میکنم که زمینه فراهم شود که ما آقای خان سعید را فقط یک نفر امکانات دارم در خدمتشان هستم. ممنون شما، ممنون که وقت گذاشتین و پاسخ خوب بودین جناب عثمانی. بینده عزیز ممنون از شما و به خان سعید عزیز که تماس گرفته بودن و جناب عثمانی برشان یک چانس دادن. میتونن به صفحه فیسبوک ما سری بزنن، شماریشون اونجا بنویسن و یا به شماره 0791-66-54 به تماس شون. حتما ما خان سعید با جناب وزیر صاحب وصل میکنین، میتونین خودتان مستقیم با ایشان حرف بزنین. ممنون از شما که با ما بودین و سپاس عثمانی صاحب که وقت گذاشتین. روزتان خوش. شما و بیننده های عزیز سپاسگزار هستم.